کتاب هفتم، مقدمه مترجم. این کتاب با تمثیل غار که در فلسفه افلاطون شهرتی به سزا دارد شروع می شود و مضمون آن طریقه سیر نفس انسانی است از تاریکی جهل به روشنایی علم و وصول آن به عالم معقولات که مقر خیر مطلق است. سقراط معتقد است که بیشتر مردم گویی همه زندگی خود را پای در زنجیر در غاری زیرزمین به سر میبرند، محکوم به جهل صرف هستند، جز سایه چیزی نمیتوانند دید و جز انعکاس صوت چیزی نمیتوانند شنید. تنها فلاسفه اند که خود را از این تاریکی رهانیده و به روشنایی خورشید رسانیده اند و به حقیقت پی برده و خیر مطلق را که سرچشمه زیبایی و محسنات بلکه علت العلل همه چیز است درک کردند. سقراط میگوید اکنون اگر بخواهیم در شهری که ما تأسیس میکنیم آن زندانیان غار هم از تاریکی نادانی رهایی یابند، چاره ای نیست جز آن که فلاسفه را وادار به فداکاری کنیم، یعنی بران داریم که چندی مشاهده عالم بالا را ترک کنند و به دیار زندانیان فرود آیند و زمام کار آنان را به دست گیرند. باری چون زمامداران شهر مطلوب باید به درک عالی ترین علوم نایل آیند، لازم است باز هم در مسئله تربیت و تعلیم دقت به کار رود. البته خوانندگان به یاد دارند که سقراط ضمن مباحثات گذشته به تفصیل دو رکن عمده تربیت یعنی پرورش بدنی و روحی را بیان نموده، ولی منظور او از این تربیت مهیا ساختن جسم و روح بود برای کسب عادات و اخلاق پسندیده و معلوماتی که در امر زندگانی روزانه سودمند است. اینک هدفی بالاتر از آن در نظر دارد و آن درک علم است درباره مجردات و حقایق ثابته، یعنی انصراف نفس از عالم امکان و توجه آن به عالم حقیقت. غرض از این نوع تربیت زیاد کردن معلومات نیست، بلکه تغییر سمت و جهت توجه است از محسوسات به معقولات، و باید دید که این منظور به کمک چه نوع از علوم حاصل می شود. به عقیده سقراط برای رسیدن به این هدف باید از علومی استمداد نمود که اساس آن تفکر و استدلال باشد، نه تجربیات حسی، زیرا این تجربیات وابسته عالم کون و فساد است و دستخوش تغییر و تبدیل. وی میگوید ما برانیم که از کثرت درگذریم و به وحدت برسیم و این جز به وسیله عقل میسر نیست. بنابراین علومی که باید از آن استفاده کنیم حساب است و هندسه و نجوم و موسیقی. اما این علوم یک جنبه علمی دارد و یک جنبه استدلالی صرف، و این جنبه دوم است که باید اینک مورد توجه قرار گیرد. اینجا منظور از آموختن علم حساب آشنایی به شمارش اعداد نیست. منظور از نجوم دانستن نام و نشان ستارگان نیست و منظور از موسیقی شناختن پرده های ساز نیست، بلکه غرض از همه آنها پی بردن به اسرار نوامیس خلقت است که به وسیله تفکر درباره تناسب اعداد و اجرام آسمانی و صداها و مجرد عدد و شکل و حرکت و آهنگ حاصل می گردد. اما این علوم خود هدف نهایی نیستند، بلکه فرا گرفتن آنها مقدمه‌ای است برای تحصیل فلسفه حقیقی که سقراط نام مناظره به آن اطلاق می‌کند. هرچند سقراط تعریف مناظره را به اجمال برگزار می‌کند، ولی امتیاز عمده آن را نسبت به علوم دیگر بدین نحو توجیه می‌کند که مناظره به کلی از عالم محسوسات آزاد است و فرضیات را که فنون دیگر بر آن تکیه می‌کنند به یک سو افکنده و در فضای نامتناهی معقولات سیر می‌کند تا به اصل و مبدأ کل برسد. باری اینجا بیان اصول تعلیم و تربیت پایان می‌یابد و نتیجه طرحی که سقراط پیشنهاد می‌کند به طور خلاصه چنین می‌شود که جوانان صاحب استعداد باید انتخاب شوند و یک دوره تمرینات و تجربیات طولانی باید برای آنان فراهم شود، به این معنی که تا سن 18 آشنایی مقدماتی با ادبیات و موسیقی و ریاضیات پیدا کنند، بعد تا سن 20 تعلیمات بدنی و نظامی به آنها داده شود،
آنگاه مدت 10 سال یعنی تا سن 30 به تحصیل علوم ریاضی مشغول شوند، آن وقت نخبه آنها 5 سال یعنی تا سن 35 به فرا گرفتن علم مناظره و اصول اخلاق همت گمارند. این پایان دوره تحصیلات است. اما پس از آن 15 سال باید وقت صرف کسب تجربیات علمی شود تا در سن 50 این افراد برگزیده بالاخره به لقای خیر محض نائل شوند و از این پس بقیه ایام را متناوباً گاه به تفکر و مطالعه و گاه به اداره امور کشور بگذرانند. باری سقراط از مقدمات فوق چنین نتیجه می‌گیرد که اگر فلاسفه‌ای بدان ترتیب که وی پیشنهاد نمود تربیت شوند و زمام امور به دست آنان سپرده شود، شهری که کمال مطلوب است به وجود خواهد آمد. گفتم اگر اکنون یک چنین منظره‌ای را پیش خود مجسم کنی، می‌توانی به چگونگی طبیعت انسان با توجه به تأثیر تربیت پی بری. چنین تصور کن که مردمانی در یک مسکن زیرزمینی شبیه به غار مقیمند که مدخل آن در سراسر جبهه غار رو به روشنایی است. این مردم از آغاز طفولیت در این مکان بودند و پا و گردن آنان با زنجیر بسته شده، به طوری که از جای خود حرکت نمی توانند کرد و جز پیش چشم خود به سوی دیگری هم نظر نمی توانند افکند، زیرا زنجیر نمی گذارد که آنان سر خود را به عقب برگردانند. پشت سر آنها نور آتشی که بر فراز یک بلندی روشن شده از دور می درخشد. میان آتش و زندانیان جاده مرتفعی هست. اکنون چنین فرض کن که در طول این جاده دیوار کوتاهی وجود دارد شبیه به پرده‌ای که نمایش دهندگان خیمه شب بازی بین خود و تماشا کنندگان قرار داده و از بالای آن عروسک‌های خود را نمایش می دهند. گفت چنین فرض کردم. گفتم حال فرض کن که در طول این دیوار کوتاه باربرانی با همه نوع آلات عبور می کنند و باری که حمل می نمایند از خط و رأس دیوار بالاتر است و در جزء بار آنها همه گونه اشکال انسان و حیوان، چه سنگی چه چوبی وجود دارد و البته در میان باربرانی که عبور می کنند برخی گویا و برخی خاموشند. گفت چه منظره شگفت انگیزی، چه زندانیان عجیب. گفتم مسئله آنان مسئله خود ما است. اینها در وضعی که هستند نه از خود چیزی می توانند دید، نه از همسایگان خود، مگر سایه هایی که بر اثر نور آتش بر روی آن قسمت غار که برابر چشم آنان است نقش می بندند. آیا نظر تو غیر از این است؟ گفت نه. اگر اینان مجبور باشند که در همه عمر سر نجنبانند، جز این نمی توانند بود. گفتم آن چیزهایی هم که کنار دیوار حمل می شود همین حکم را دارد. آیا غیر از این است؟ گفت نه، همین طور است. گفتم بنابراین اگر اینها بتوانند با یکدیگر سخن گویند، سایه هایی را که می بینند تعریف خواهند کرد، ولی با این تصور که حقیقت آن اشیا را تعریف می کنند، آیا چنین نیست؟ گفت ناچار چنین است. گفتم همچنین اگر یکی از آبرین سخن گوید و صدای او از ته زندان منعکس شود، اینان تصور خواهند کرد که این عین صدای سایه ای است که از جلوی آنان می‌گذرد. آیا اینطور نیست؟ گفت به راستی حق با توست. گفتم شکی نیست که در نظر این مردم حقیقت چیزی جز سایه آن اشیاء گوناگون نمیتواند بود. گفت قهرن همین طور است. گفتم اکنون ملاحظه کن که اگر آنها را از قید زنجیر آزاد کنند و از نادانی رهایی بخشند، آنان چه رفتاری خواهند کرد؟ فرض کن که چنین پیش آید که یکی از این زندانیان را آزاد و مجبور کنند که ناگهان برخاسته و سر خود را به عقب برگرداند و به راه افتد و چشمهای خویش را به سوی روشنایی متوجه نماید. او از این حرکات بسی رنج خواهد برد و شدت نور به وی اجازه نخواهد داد که اشیایی را که تاکنون سایه آنها را می‌دیده، حال عین آنها را مشاهده کند. اینک اگر به او بگویند که آنچه تاکنون می‌دیدی هیچ بود و حقیقت نداشت، اما حال به حقیقت نزدیکتری و با اشیاء باقی‌تر روبرو شده‌ای، بنابراین بینایی تو درست‌تر است و بالاخره اگر هر یک از چیزهایی را که از جلوی او می‌گذرد به او نشان داده و با سوالات پی در پی او را وادار نمایند که آن اشیاء را تعریف کند، به عقیده تو او چه پاسخی می‌تواند داد؟ آیا خیال نمی‌کنی که سرگردان خواهد شد و چنین خواهد پنداشت که آنچه تا کنون می‌دیده درست‌تر از چیزهایی است که اکنون به او نشان می‌دهند؟ گفت آری، آن چیزها را به مراتب درست‌تر خواهد پنداشت. گفتم حال اگر او را وادار کنند که به روشنایی نگاه کند، آیا نه این است که او
چشمهایش درد خواهد گرفت و از این سمت سرپیچیده و به سوی چیزهایی که میتواند دید بازگشت خواهد نمود و چنین خواهد پنداشت که اینها به راستی روشنتر از آن چیزهایی است که به او نشان میدهند. گفت: تصدیق میکنم. گفتم: اگر او را به زور از اینجا بیرون بکشند و از یک جاده سربالا و ناهموار بالا برند و از او دست بر ندارند تا آنگاه که وی را به روشنایی آفتاب برسانند، آیا خیال نمیکنی که او از این نقل مکان اجباری آزرده و خشمین خواهد شد؟ وقتی به روشنایی رسد چشمانش از درخشش خورشید خیره خواهد شد و از آن همه اشیایی که ما اکنون آن را حقیقی مینامیم یکی را هم نخواهد دید. گفت: به هر حال در ابتدا توانایی دیدن آنها را نخواهد داشت. گفتم: آری، اگر وی بخواهد جهان بالا را مشاهده کند، این جز به تدریج ممکن نیست. آنچه او در آغاز کار به آسانی میتواند دید همانا سایه هاست، پس از آن صورت انسان و موجودات دیگری که در آب منعکس میشود، آنگاه خود آن موجودات، سپس شبانگاه دیده به سوی کواکب و آسمان خواهد گشود و به نور ستارگان و ماه توجه خواهد کرد و این کار برای او آسانتر از آن است هنگام روز خورشید و درخشش آن را مشاهده کند. گفت: البته. گفتم: آنگاه سرانجام به خورشید را خواهد دید و آن را چنان که هست مشاهده خواهد نمود، یعنی آنچه خواهد دید عکس خورشید در آب و یا در جاهای دیگر نخواهد بود، بلکه عین خورشید است در جایگاه خود. گفت: به یقین همینطور است. گفتم: وقتی او خورشید را به این طرز مشاهده کرد چنین نتیجه خواهد گرفت که همان است که فصول و سالها را به وجود می آورد و در عالم مبصرات بر همه چیز حکومت می کند و نیز به یک اعتبار منشأ همه چیزهایی که وی و یارانش در غار می دیدند همان خورشید است. گفت: بدیهی است که وی پس از این مشاهدات به همین نتیجه خواهد رسید. گفتم: اگر بعد وی از مسکن پیشین خود و علمی که در آنجا داشت و یاران زندانی خیش یاد کند، آیا نه این است که از این تغییر خوشنود شده و به حال آن دیگران افسوس خواهد خورد؟ گفت: این قطعی است. گفتم: حال چنین فرض کن که اهل غار بین خود اصولی را برای تجلیل و تقدیر یکدیگر و اعطای جوایز رعایت می نمودند، به این معنی که اگر یکی از آنها اشیاء گذران را با دیده تیزتری می دید و بهتر به یاد داشت که معمولا کدام چیز اول عبور می کند و کدام چیز در دنبال آن و چه اشیایی با هم دیده می شوند و بنابراین بهتر از دیگران می توانست ترتیب پیدایش آنها را در آینده پیش بینی کند، پاداش هایی به او می دادند. آیا به گمان تو این شخص که موضوع گفتگوی ما است آرزوی آن پاداش ها را خواهد داشت و به حال کسانی که مورد تجلیل و تکریم زندانیان قرار می گیرند قبطه خواهد خورد؟ آیا نه این است که وی همانطور که هومر گفته صد بار ترجیح خواهد داد که خادم روستایی فقیر شود و به همه سختی ها تن در دهد به شرط آنکه دیگر توهمات و طرز زندگی پیشین وی تجدید نشود؟ گفت: آری، من هم عقیده دارم که وی تحمل همه سختی ها را بر بازگشت به آن طرز زندگانی ترجیح خواهد داد. گفتم: اکنون به این نکته توجه کن، اگر این شخص دوباره به غار برگردد و در جای پیشین خود قرار گیرد، آیا نه این است که چون ناگهان از پیش روشنایی خورشید آمده چشمانش در این تاریکی تیره خواهد شد؟ گفت: یقینا همینطور است. گفتم: حال اگر وی مادام که چشمانش به حالت اول برنگشته و دوباره به تاریکی آشنا نشده، یعنی در طی مدت مدیدی که هنوز تار خواهد دید، مجبور شود بار دیگر درباره آن سایه ها قضاوت کند و با زندانیان دیگر که از قید اسارت رهایی نیافتند هماواز شود، آیا نه این است که مورد استهزا قرار خواهد گرفت؟ آیا سایرین درباره او چنین نخواهند گفت که وی تنها بهره‌ای که از سیر سعودی خود گرفته این است که دیدگانش را تباه کرده است و علاهازا این سیر به زحمت آن نمی‌ارزد؟ پس اگر کسی بخواهد زنجیر از آنان برگرفته و آنها را به سوی بالا راهنمایی کند، آیا خیال نمی‌کنیم که چنانچه آنان بتوانند او را بگیرند و بکشند، به یقین همین عمل را خواهند کرد؟ گفت: آری، شک نیست که او را خواهند کشت. در اینجا زیر نویس داره اشاره به سرنوشت سقراط است. ادامه مطلب:
گفتم ای گلاکون عزیز، اکنون لازم است که این تشبیه را جز به جز با آنچه پیش گفتیم تطبیق نماییم، یعنی باید عالم مرعی را به اقامت در زندان تشبیه کنیم و آن شعله آتشی را که زندان از آن روشن می شود در حکم اثر خورشید تلقی نماییم و عروج به عالم بالا و مشاهده عجایب آن را نیز عبارت از صعود روح به عالم معقولات بدانیم. در اینجا زیر نویس داره. مقصود تشبیهات خورشید و خط مفروض است. نظر افلاطون را درباره حالات انسان و درجات مختلف آگاهی که با هر یک از آن حالات ملازمه دارد میتوان به شرح زیر خلاصه کرد. زندانیانی که هنوز در غارند و دست و پایشان به زنجیر بسته است، گمان. زندانیانی که هنوز در غارند اما از قید زنجیر رهایی یافتند، عقیده. کسانی که از غار بیرون آمده و ناظر به سایه و اشباح هستند، استدلال. کسانی که از غار بیرون آمدند و ناظر به حقیقت اشیا هستند، علم یا ادراک. کسانی که نظرشان مستقیما متوجه خورشید است، شهود یا درک خیر مطلق. ادامه مطلب. با این تشبیهات تو همانطور که میل داشتی نظر مرا درک خواهی کرد. خدا می داند که فکر من درست است یا نه، اما آنچه من تصور می کنم این است که اصل خیر در منتها الیه عالم معقولات جای دارد و آن را به زحمت می توان دید، اما اگر شخص آن را مشاهده کند به ناچار از آن خواهد نمود که منشأ کل خوبی و زیبایی همان است و در جهان مرئی آفریننده روشنایی و کانون نور جز آن نیست و در عالم معقولات نیز منبع حقیقت و عقل همان است و اگر انسان بخواهد خواه در زندگی خصوصی خواه در زندگی عمومی به حکم عقل رفتار کند باید به آن اصل تشبث جوید. گفت تا آنجا که فکر تو را درک می کنم با نظر تو موافق هستم. گفتم پس بیا و در این نکته هم با من موافقت کن که آنان که به این مقام بلند برسند دیگر راقب تصدی امور بشری نخواهند بود، بلکه روحشان همواره آرزوی توقف در آن مکان رفیع را خواهد داشت و اگر تشبیهی که قائل شدیم درست باشد جای تعجب هم نیست، بلکه این امری است طبیعی. گفت آری طبیعی است. گفتم حال اگر شخص از مشاهدات آسمانی تنزل به امور ناچیز بشری نماید، طبعا حرکات ناشیانه و خنده آوری از او سر خواهد زد و آن هنگامی است که وی با دیدگانی تیره و تار که هنوز به تاریکی محیط خو نگرفته مجبور شود که خواه در دادگاه خواه در جاهای دیگر درباره سایه عدالت یا اشباحی که این سایه را می افکند با دیگران بحث کند و با کسانی که هرگز عدالت مطلق را مشاهده ننموده ولی درباره آن تعبیر و تفسیر قائل می شوند وارد مجادله گردد، تصدیق می کنی که این هم تعجب ندارد؟ گفت آری جای تعجب نیست. گفتم مرد هوشیار متذکر خواهد بود که چشم به دو طریق و به دو علت متضاد تیره می شود. یکی در نتیجه عبور از روشنایی به تاریکی و دیگر در نتیجه عبور از تاریکی به روشنایی. و وقتی انسان ملاحظه نماید که نفس نیز دچار تیرگی شده و از تشخیص اشیا عاجز می گردد، اگر چنین اندیشد که همان دو علت تیرگی در نفس هم مؤثر است، آنگاه به جای آنکه نسنجیده در مقام استهزا برآید، تحقیق خواهد کرد که آیا نفس از مکانی نورانی تر فرارسیده و چون دارد هنوز به تاریکی محیط جدید خو نگرفته دچار تیرگی شده است و یا برعکس از ظلمت جهل به سمت روشنایی آمده و درخشش نور تابان چشمانش را خیره کرده است. در مورد اول وی پریشانی نفس و حالت آسمانی آن را قابل ستایش خواهد دانست و در مورد دوم بر حالت نفس تأسف خواهد خورد و اینجا استهزا آنقدر که نسبت به نفسی که از مقام نورانی تنزل نموده نارواست ناروا نخواهد بود. گفت این استدلال تو بسیار بجاست. گفتم پس اگر آنچه گفتم درست باشد باید چنین نتیجه گیریم که عقیده‌ای که بعضی مردم درباره تربیت دارند خطا است و آن عقیده این است که علم را میتوان در نفسی که خالی از علم است جای داد، مانند آن که انسان بخواهد بینایی را در چشم کور جای دهد. گفت آری عقیده آنها همین است. گفتم اما این مباحثه بر ما معلوم کرد که هر کس در نفس خیش
قوه ادراک و واسطه استفاده از آن را دارد و همانطور که توجه چشم از تاریکی به سوی روشنایی مستلزم توجه تمام بدن به همان سمت بود، همچنان انصراف قوه و واسطه ادراک از مشاهده محسوسات فانی نیز مستلزم انصراف نفس است، از عالم کون و فساد تا آنگاه که نفس مشاهده وجود باقی و تابش نور آن را تحمل تواند کرد و این همان است که ما خیر نام نهادیم. آیا چنین نیست؟ گفت همینطور است. گفتم تربیت وسیله انجام همین منظور است، یعنی فنی است که به واسطه آن این تغییر سمت در نفس انسانی به آسانترین و مؤثرترین وجه حاصل می‌گردد. پس کار تربیت این نیست که قوه بینایی را در عضو مخصوص به آن جای دهد، زیرا این عضو قبلا دارای آن قوه هست، منتها جهت توجه آن خطا است، یعنی نظر آن معطوف به سمتی که باید باشد نیست و کار تربیت اصلاح همین عیب است. گفت ظاهرا همینطور است. گفتم اکنون می توانیم تصدیق کنیم که به طور کلی صفات روحی حکم صفات جسمی را دارند، به این معنی که اگر طبیعت آن صفات را به انسان عطا ننموده باشد، اکتساب آن به وسیله تربیت و تمرین ممکن است، ولی حکمت بیشک صفتی است آسمانی تر که نیروی خود را هرگز از دست نمی دهد، منتها بر حسب آن که به چه سمت توجه داشته باشد میتواند نافع و سودمند باشد و یا برعکس عاطل و مضر. آیا تا کنون دقت ننموده ای که مردمان بدکار که آنها را زرنگ میخوانند چه ذکاوتی دارند و نفس پلید آنان با چشمهای باریک بین خود چه خوب میبیند و در تشخیص آنچه بدان توجه دارند چقدر تواناست؟ قوه بینایی نفس اینان ضعیف نیست، منتها چون این قوه ناچار آلت و وسیله بدکاری آنهاست، هر قدر تواناتر باشد ضرر آن بیشتر است. گفت البته. گفتم این تمایلات نفسانی عرضی است و گویی قطعاتی است از سرب که نیروی شهوت و حرص آن را برای درک لذات جسمانی به نفس انسان آویخته و به وسیله آن نظر نفس را متوجه به عالم سفلا گردانیده است. حال چنین فرض کن که این تمایلات را از امان طفولیت از طبیعت انسان قطع می نمودند، به طوری که نفس انسانی از آن قیود آزاد و به مشاهده حقیقت متوجه می گردید، در آن صورت همان نفوس که امروز ناظر اشیاء مورد علاقه فعلی خود می باشند آنگاه به همان خوبی حقیقت را درک می نمودند. گفت آری این طبیعی است. گفتم از آنچه تا کنون گفتیم بر حسب ظاهر یا بلکه به حکم ضرورت باید چنین نتیجه گرفت که برای زمامداری امور شهر نه آن کسانی که فاقد تربیت و علم به حقیقت هستند مناسبند و نه آنهایی که همه عمر را به تحصیل می گذرانند، زیرا دسته اول هدف خاصی در زندگی ندارند که اعمال خصوصی یا عمومی آنان فرع آن هدف باشد و دسته دوم هرگز راضی به قبول این بار گران نمی شوند، زیرا به گمان خود در همین حیات بهشت را درک ننمودند. گفت حق با توست. گفتم پس وظیفه ما مؤسسان شهر این است که نفوس شریف را وادار نماییم که به کسب عالی ترین علم، یعنی درک خیر محض و عروج به عالم بالا، چنان که لحظه پیش شرط دادیم اشتغال ورزند. اما پس از آنکه بدان مقام واصل شدند و دیر زمانی درک خیر نمودند، آنگاه آزادی کنونی را از آنان سلب خواهیم نمود. گفت منظورت چیست؟ گفتم منظورم این است که دیگر معزون نخواهند بود که در آن مقام مسکن گزینند و از تنزل به جهان زندانیان و شرکت در رنج و خوشی آنان شانه تهی کنند، خواه زندگی این زندانیان را خار شمارند خواه ارجمند. گفت چه میگویی؟ آیا این ظلم نیست که ما آنان را محکوم به زندگانی پرمذلتی نماییم و حالان که زندگانی بهتری برای آنان فراهم است؟ گفتم ای دوست عزیز، باز فراموش کردی که کار قانونگذار این نیست که حداکثر سعادت را برای طبقه مخصوصی از اهالی شهر فراهم کند، بلکه این است که زندگانی شایسته‌ای برای همه شهر تأمین نماید و خواه به وسیله پند و اندرز، خواه به وسیله جبر بین اهالی سازش برقرار کند و موجب شود که آنان از سودی که هر یک به سهم خود می تواند به جامعه برساند مشترکاً استفاده نمایند. تو فراموش کرده ای که منظور قانونگذار از تربیت افراد این نیست که آنان بتوانند آزادانه و به دلخواه خود از استعدادی که دارند استفاده نمایند، بلکه آن است که همه متفقاً
برای حصول سعادت شهر بکوشند. گفت راست میگویی، این نکات را فراموش کرده بودم. گفتم پس ای گلاکون عزیز، ملاحظه میکنی که ما نسبت به فلاسفه‌ای که در شهر خود تربیت میکنیم ظلمی روا نمیداریم و اگر آنان را وادار به اداره و سرپرستی امور هممیهنان می نماییم، برای این کار می توانیم دلایل متقنی اقامه کنیم، به این معنی که خواهیم گفت اگر در شهرهای دیگر امثال شما از شرکت در امور عمومی خودداری کنند این موجه است، زیرا آنان به همت خود و علارغم حکومت تربیت یافتند و البته نهالی که خود روییده و به دست دیگری پرورش نیافته باشد از این حیث دینی به دیگران ندارد. اما وضع شما غیر از این است، زیرا ما شما را برای مصالح شهر و مصالح خودتان تربیت کرده ایم تا همان وظیفه ای را انجام دهید که زنبور اصلهای مادر و ملکه در کندو انجام می دهند. بدین منظور ما تربیت بهتر و کاملتری برای شما فراهم نموده ایم تا بهتر از سایرین بتوانید حکمت را با سیاست توام کنید. پس راضی شوید به اینکه هر یک به نوبت به اقامتگاه هممیهنان خیش فرود آیید و چشمان خود را به تاریکی محیط آشنا کنید. وقتی به آن تاریکی خو گرفتید، هزار بار بهتر از دیگران هر چیز را خواهید دید و اشباحی را که در آنجا دیده می شود به خوبی خواهید شناخت، زیرا زیبایی و عدل و خیر محض را به رأی العین مشاهده نموده اید. بدین ترتیب هم برای شما هم برای ما حکومت مفهوم حقیقی خواهد داشت و برخلاف اکثر شهرهای دیگر خواب و خیال نخواهد بود، زیرا در آن شهرها زمامداران بر سر اشباح با یکدیگر ستیزه می کنند و برای کسب قدرت چنان می جنگند که گویی خیر محض همین است. باری حقیقت امر این است که شهری که زمامداران آن هیچ کوششی برای کسب مقام به خرج ندهند قهرن دارای حکومت صالح و شایستهی خواهند بود و شهری که در آن اشخاص به خاطر تحصیل قدرت دسیسه کنند عکس آن خواهد بود. گفت راست است. گفتم آیا به عقیده تو جوانان ما این دلایل را قبول نخواهند کرد؟ آیا حاضر نخواهند شد که هر یک به نوبه خود بار زمامداری را تحمل نماید و در این حال قسمت اعظم وقت خود را با یکدیگر در عالم مجردات به سر برند؟ گفت ممکن نیست استنکاف کنند، زیرا آنان مردمانی عادلند و تقاضای ما هم موجه است، اما با این ترتیب آنان زمامداری را فقط به خاطر انجام وظیفه قبول می کنند و این عکس رویه ای است که زمامداران امروزی شهرها دارند. گفتم آره دوست عزیز، همین طور است. اگر بتوانی برای کسانی که صلاحیت زمامداری دارند سعادتی در زندگی فراهم کنی که بالاتر از سعادت زمامداری باشد، آنگاه ممکن است در شهر حکومت صالح پیدا شود، زیرا در یک چنین شهر ثروت زمامداران طلا نیست بلکه حکمت و پرهیزکاری است که همانا ثروت واقعی مردمان سعادتمند است. اما برعکس آنجا که طالبان زمامداری گدایان و گرسنگان باشند که میخواهند از این راه کسب مال کنند، هرگز حکومت صالح برقرار نخواهد شد، زیرا اینان بر سر زمامداری با یکدیگر همچشمی و ستیزه میکنند و این جنگ خانواده و این برادرکشی سرانجام هم زمامداران را تباه کرده و هم شهر را به باد خواهد داد. گفت راست است. گفتم آیا تو هیچ عاملی به جز حکمت حقیقی سراغ داری که شخص را نسبت به مشاغل عمومی بی اعتنا کند؟ گفت هیچ عامل دیگری سراغ ندارم. گفتم مشاغل را باید به کسانی سپرد که حریص به کسب آن نباشند، وگرنه حس رقابت بین داوطلبان ستیزه ایجاد خواهد کرد. گفت البته. گفتم پس آیا نمیتوان گفت که برای زمامداری امور شهر تنها کسانی شایستگی دارند که فن حکومت را بهتر از دیگران آموخته و دارای افتخارات دیگری بوده و یک نوع زندگانی عالی‌تری از زندگانی مردان سیاسی داشته باشند؟ گفت چرا همینطور است. گفتم اکنون باید دید که به چه طریق میتوان چنین مردانی را برای شهر تربیت کرد و همانطور که بنا به قول معروف مردمانی توانستند از جهان مردگان به جایگاه خدایان برسند، به چه وسیله ایشان را میتوان از تاریکی به روشنایی راهنمایی کرد؟ آیا مایل هستی که ما درباره وسایل این کار مطالعه کنیم؟ گفت نیکی و پرسش. گفتم این کار بازی شیر یا خط نیست، بلکه موضوع آن هدایت نفس انسانی است تا محیط ظلمانی امروز را ترک کرده و از طریق که ما آن را حکمت واقعی می نامیم به روشنایی وجود حقیقی راه یابد. در اینجا زیر نویس داریم.
اصطلاح شیر یا خط از نظر اینکه به ذهن ما نزدیک است به کار رفته، ولی بازی مورد اشاره از این قرار بوده است. بازیکنان به دو دسته تقسیم می شدند که یکی می گریخ و دیگری دنبال می کرد. این که فرار با کدام دسته و تعقیب با کدام دسته است به حکم یک صدف تعیین می شد که یک طرف آن سیاه و طرف دیگر سفید بود و آن را به همان ترتیب شیر یا خط به هوا می انداختند. ادامه. گفت درست می گفتی. گفتم پس ما باید ببینیم که این نتیجه از تحصیل کدام علم حاصل می شود. گفت البته. گفتم ای گلاکون عزیز، کدام علم است که نفس انسان را از جهان کون و فساد به عالم وجود می رساند؟ اما اکنون اندیشه دیگری به خاطرم رسید. آیا ما نگفتیم که زمامداران ما بایستی از جوانی به تمرین‌های جنگی بپردازند؟ گفت چرا؟ این را گفتیم. گفتم پس علمی که اکنون ما در جستجوی آن هستیم باید این یک حسن دیگر را هم داشته باشد. گفت کدام حسن؟ گفتم باید برای مردان جنگی هم سودمند باشد. گفت آری این لازم است، به شرط آنکه امکان پذیر باشد. گفتم ما قبلا تربیت روحی و بدنی را برای آنان تجویز نمودیم. گفت آری. گفتم اما تربیت بدنی مربوط به عالم کون و فساد است، زیرا هدف آن تحقیق درباره علل ازدیاد و نقصان قوای جسمانی است. گفت البته. گفتم پس علمی که ما در جستجوی آن هستیم این نیست. گفت نه. گفتم آیا تربیت روحی هم که قبلا آن را تعریف نمودیم هدف ما نیست؟ گفت اگر یادت باشد ما آن را مکمل و قرینه تربیت بدنی قرار دادیم و گفتیم که به وسیله آن مردان جنگی ما به صفاتی که باید داشته باشند عادت خواهند کرد، یعنی نه تنها کسب علم می کنند بلکه به مدد موسیقی و قواعد ترکیب اصوات هماهنگی در روح آنان برقرار می گردد و به کمک اصول وزن دارای حرکات موزون و منظم می شوند و همچنین به وسیله داستانها اهم از افسانه‌ها و حکایات حقیقی عادات مشابهه دیگری کسب می نمایند. اما چیزی که تو در جستجوی آن هستی از این نوع تربیت هم حاصل نخواهد شد. گفتم تو آنچه را که ما پیش گفته بودیم خوب به یاد من آوردی. آری حق با توست. تربیت روحی هم چنین خاصیتی ندارد. پس ای گلاکون عزیز، چه چیز منظور ما را تأمین خواهد کرد؟ آیا هنرها است؟ اما آن هم به طوری که دیدیم چیزی جز مهارت دستی نیست. گفت همینطور است که میگویی. ولی اگر ما تربیت روحی و بدنی و هنری را کنار بگذاریم دیگر چه عملی باقی میماند؟ گفتم حال که این نوع تربیت را مناسب نیافتیم و چیز دیگری هم نمیتوانیم پیدا کنیم، شاید بتوانیم به یکی از آن علوم که جنبه عمومیت دارد متوسل شویم. گفت مقصودت چیست؟ گفتم مثلا یک چیز هست که در مورد همه هنرها و کارهای فکری و علوم به کار می رود و همه کس باید در بد و امر آن را فرا گیرد. گفت آن چیست؟ گفتم فن نیست پیش پا افتاده که به وسیله آن انسان یک و دو و سه را تشخیص می‌دهد. به عبارت دیگر علم اعداد و حساب است. آیا نه این است که هیچ فن و علمی نمی‌تواند از آن صرف نظر کند؟ گفت چرا همینطور است؟ گفتم فن جنگ هم مثل فنون دیگر بدان نیازمند است. گفت البته. گفتم آری، آنطور که در تراژدی‌ها پالامدس آگاممنون را معرفی می‌کند باید سردار موسیقی بوده باشد، زیرا پالامدس چنین ادعا می‌کند که من بودم که وسیله اختراع اعداد توانستم لشکر را در میدان ایلیون سفارایی کنم و کشتی‌ها و سایر اشیا را بشمارم، اینطور که او وانمود می‌کند هیچ کس پیش از او این چیزها را نشمرد و آگاممنون هم از حساب عاجز و حتی از تعداد پاهای خود غافل بوده است. حال نظر تو درباره یک چنین سردار چیست؟ گفت این موضوع اگر صحت داشته باشد سردار عجیبی بوده است. گفتم پس آیا نمیتوان گفت که علم اعداد و حساب برای مردان جنگی ضروری است؟ گفت شکی نیست که اگر کسی بخواهد از لشکرکشی سر در آورد یا حتی همینقدر بخواهد انسان باشد، این علم برای او بسیار ضروری است. گفتم آیا در مورد این علم همان چیزی که به نظر من میرسد به نظر تو هم رسیده است؟ گفت آن چیست؟ گفتم به نظر من این علم یکی از علوم مطلوب ما، یعنی وسیله ادراک مطلق است، منتها هیچ کس طریقه صحیح استفاده از آن را نمی داند تا بتواند به مقام ادراک وجود واصل گردد. گفت منظورت چیست؟ گفتم سعی می کنم نظرم را برای تو شرح دهم. من آنچه را که مطابق عقیده خود برای رسیدن نفس به این مقام مناسب و آنچه را نامناسب می دانم از یکدیگر تفکیک خواهم کرد. آنگاه تو با شنیدن مطالب من عقیده خود را نفیان یا اثباتاً
درباره آن اظهار خواهی نمود تا بتوانیم روشنتر ببینیم که آیا فکر من درست است یا نه. گفت به همین ترتیب مطلب را بیان کن. گفتم اگر خوب توجه کنی من تفکیکی درباره محسوسات قائل می شوم. بعضی محسوسات نوعی هستند که استمداد از قوه مدرکه نمی کنند، زیرا حواس برای درک آنها صلاحیت کافی دارد. اما بعضی محسوسات دیگر جدن از قوه مدرکه کمک می خواهند، زیرا حواس در مورد آنها وسیله کافی برای حصول نتیجه نیست. گفت لابد مقصودت رویت اشیا از دور و طریقه نمایاندن مسافت در نقاشی است. گفتم مقصودم را ابدا درک نکردی. گفت پس چه میخواهی بگویی؟ گفتم منظورم از محسوساتی که نیازمند به قوه مدرکه نیستند آنهایی است که در آن واحد صورت دو احساس متضاد به خود نمیگیرند و حالان که محسوساتی که رجوع به قوه مدرکه را ایجاب مینمایند آنهایی هستند که احساس متضادی را ایجاد میکنند، بدین معنی که حواس شی را خواه از نزدیک خواه از دور درک میکنند، ولی این احساس نمیتواند ما را مطمئن سازد که محسوس فلان چیز معین است یا ضد آن. حال برای آنکه بهتر به فکر من پی ببری اینجا نگاه کن. سه انگشت به تو نشان میدهم، انگشت کوچک، انگشت میانه و انگشت سوم. گفت بسیار خوب. گفتم متوجه هستی که ما آنها را از نزدیک میبینیم، حال به این توجه کن. گفت کدام نکته؟ گفتم همه آنها از حیث انگشت بودن در نظر ما یکسانند، چه انگشت وسط، چه هر یک از انگشت های طرفین، و خواه سفید باشد خواه سیاه، خواه کلفت باشد خواه باریک، و قص علی‌هذا هیچ یک از این نکات موجب نمی شود که نفس انسان به قوه مدرکه رجوع نموده و سؤال کند که انگشت چیست، زیرا قوه باصره هرگز به نفس انسان چنین وانمود نکرده است که انگشت چیزی است غیر از انگشت. گفت این بدیهی است. گفتم پس تصدیق میکنی که در این مورد موجبی نیست که قوه مدرکه تحریک یا بیدار شود؟ گفت تصدیق میکنم. گفتم و اما آیا قوه باصره بزرگی و کوچکی این انگشت ها را هم به خوبی درک مینماید و از این حیث انگشت میانه و انگشت های طرفین برای آنها یکسانند؟ همچنین است موضوع احساس کلفتی و نازکی یا نرمی و زبری به وسیله حس لامسه؟ و به طور کلی خبری که حواس درباره این نکات می‌دهند بسیار ناقص است، زیرا کاری که حواس انجام می‌دهند از این قرار است: اولا همان حسی که باید درباره زبری قضاوت کند اجباراً قضاوت نرمی را هم به عهده دارد و بنابراین به نفس چنین خبر می‌دهد که جسم محسوس او در آن واحد هم زبر است هم نرم. گفت آری. گفتم پس آیا نتیجه قهری این نیست که نفس انسان دچار تحیر شده و از این خبر حس لامسه که شیء واحد را هم زبر و هم نرم معرفی می کند چیزی درک نخواهد نمود؟ همچنین وقتی حواس به نفس چنین خبر می دهد که جسم سنگین سبک است و جسم سبک سنگین، آیا نه این است که نفس درباره معنی سنگینی و سبکی دچار تحیر می شود؟ گفت آری، این گونه قضاوت ها حواس ناچار نفس انسان را متحیر و وادار به تحقیق می نماید. گفتم پس طبیعی است که در نتیجه این تحیر نفس انسان از قوه ادراک و تفکر کمک خواسته و به این تحقیق بپردازد که آیا هر یک از این قضاوت‌ها مربوط به یک چیز است یا دو چیز. گفت البته. گفتم و اگر به این نتیجه برسد که دو چیز است، هر یک از آنها را واحدی متمایز از دیگری خواهد دانست. گفت آری. گفتم پس اگر هر یک از آنها برای نفس واحدی باشد و آنها با هم دو چیز تشکیل دهند، نفس انسان آن دو را به صورت دو چیز جداگانه خواهد شناخته، زیرا اگر آنها را مجزا تلقی نکند مفهومش در حقیقت یک چیز بوده نه دو چیز. گفت راست است. گفتم ما میگوییم که قوه باصره بزرگی و کوچکی را به صورت دو چیز آموخته به یکدیگر درک می نماید، نه به صورت دو چیز جدا. آیا اینطور نیست؟ گفت همینطور است. گفتم اما برای آنکه این احساس مقشوش صاف و روشن شود، قوه مدرکه برخلاف حس باصره اجباراً بزرگی و کوچکی را به صورت دو چیز متمایز و نه مخلوط مشاهده می کند. گفت راست است. گفتم پس از اینجاست که ما در صدد تحقیق برمی آییم که بدانیم بزرگی و کوچکی چیست. گفت آری. گفتم به همین جهت بود که ما تفکیکی بین مبصرات و معقولات قائل شدیم. گفت صحیح است. گفتم
این بود توضیح مطلبی که من لحظه پیش بیان کردم، بدین معنی که بعضی محسوسات موجب تحریک قوه مدرکه می شوند، زیرا در آن واحد دو احساس متضاد ایجاد می نمایند، و حالان که بعض محسوسات دیگر، یعنی آنهایی که دو احساس متضاد ایجاد نمی کنند، قوه مدرکه را تحریک نمی نمایند. گفت اکنون فهمیدم و با نظر تو موافقت دارم. گفتم به نظر تو عدد واحد جزو کدام یک از این دو دسته است؟ گفت چیزی به نظرم نمی رسد که بگویم. گفتم فکر کن و از آنچه پیش گفتیم نتیجه بگیر. اگر ما بتوانیم واحد را به وسیله حس واصله مشاهده و یا به وسیله هر یک از حواس دیگر درک کنیم، در آن صورت واحد مانند مثالی که از انگشت آوردیم نمی تواند ما را به مشاهده حقیقت وجود هدایت کند. اما اگر قوه باصره واحد را همواره با یک احساس متضادی درک کند، نتوان گفت که واحد واحد است یا ضد آن. آنگاه قضاوت لزوم پیدا می کند و نفس انسان ناچار متعیر شده با استمداد از قوه مدرکه در مقام تحقیق برمی آید که واحد فی نفس چیست. بدین طریق شناخت واحد یکی از وسایلی است که نفس انسان را به عالم بالا سوق داده و به مشاهده وجود حقیقی متوجه می سازد. گفت اما رؤیت واحد درست همان خاصیتی را که ذکر کردی دارد، زیرا ما یک چیز را هم به صورت واحد می بینیم و هم در این حال به صورت کثیر الی غیر نهایه. گفتم اگر این درباره واحد صدق کند، آیا نه این است که درباره هر عدد دیگری هم صادق خواهد بود؟ گفت چرا؟ گفتم اما موضوع علم شماره و حساب چیزی جز عدد نیست. گفت همینطور است. گفتم پس آن علم ما را به شناخت حقیقت راهنمایی می تواند کرد. گفت به درجه کمال. گفتم پس به نظر من ما می توانیم این علم را در زمره علومی که موضوع جستجوی ما است به شما آوریم. در واقع این علم هم مورد احتیاج مردان جنگی است تا به کمک آن بتوانند لشکر را سفارایی کنند، هم مورد نیاز فلاسفه است تا بدان وسیله بتوانند از جهان کون و فساد درگذشته و به عالم وجود ارتقا یابند، زیرا شرط حسابدان حقیقی همین است. گفت همینطور است که می گویی. گفتم آیا نگاهبان شهر ما هم مرد جنگی است هم فیلسوف؟ گفت آری. گفتم پس ای گلاکون، لازم است که درباره این علم قانونی وضع کنیم و کسانی را که مشاغل عمده شهر باید به آنان واگذار شود وادار به تحصیل آن نماییم، آن هم نه به طرز سطحی بلکه تا آنجا که به مدد ادراک صرف بتوانند حقیقت اعداد را مشاهده کنند، نه برای اینکه مانند بازرگانان و دستفروش‌ها از این علم برای کار خرید و فروش استفاده کنند، بلکه برای آنکه آن را در جنگ به کار برند و وسیله آن روح خود را از محیط عالم فانی به مقام ادراک حقیقت وجود ارتقا دهند. گفت مرحبا. گفتم اکنون پس از آنچه درباره علم اعداد گفتم خوب متوجه شدم که این علم چقدر زیباست و به چه طرق مختلفی میتواند برای منظور ما مفید واقع شود، به شرط آنکه آن را برای شناخت حقیقت فراگیرند نه برای کار بازرگانی. گفت تو از چه حیث این علم را تا این حد قابل ستایش میدانی؟ گفتم از این حیث که میتواند نفس را چنان که گفتم به سوی جهان بالا سوق دهد و وادار به تفکر درباره حقیقت اعداد نماید و اجازه ندهد که نفس در این تفکر اعداد را نماینده اشیاء مرئی و محسوس بداند. البته میدانی که حسابدانهای زبردست چه میکنند. اگر کسی در مقام مباحثه بخواهد واحد را تقسیم کند، آنها به او میخندند و سخن وی را نمیشنوند، و اگر تو واحد را به رقم معینی تقسیم کنی، آنها فورا آن را در همان رقم ضرب میکنند تا مبادا واحد از صورت وحدت خارج شده و ظاهر کثرت پیدا کند. گفت کاملا راست است. گفتم حال ای گلاکون، اگر ما آنها را مخاطب قرار داده و چنین گوییم که ای استادان عالی مقام، از چه اعدادی سخن میگویید؟ این واحدهایی که شما پیش خود فرض میکنید و میگویید که همه با هم کاملا یکسانند و هیچ گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند، از هیچ جزئی هم ترکیب نیافتند کدامند؟ به نظر تو آنها چه جواب خواهند داد؟ گفت خیال میکنم جواب دهند که مقصودشان اعدادی است که فقط به قوه مدرکه قابل فهم هستند و ادراک آنها به هیچ وسیله دیگر ممکن نیست. گفتم پس ای دوست عزیز، ملاحظه میکنی که ما به هیچ وجه نمیتوانیم از این علم منصرف شویم، زیرا واضح است که این علم موجب میگردد که نفس انسان ادراک مطلق را به کار برده و از این راه به حقیقت مطلق واصل شود.
گفت راست است که این نتیجه به بهترین نحو از آن حاصل می‌گردد. گفتم آیا به این نکته توجه کرده ای که کسانی که برای حساب استعداد فطری داشته باشند معمولاً فرا گرفتن همه علوم برای آنان آسان است و اشخاص کودن هم اگر در علم حساب ورزیده و آموزموده شوند، حتی اگر هیچ استفاده دیگری هم از آن ننمایند لااقل پیشرفت می‌کنند و بر هوش آنها افزوده می‌شود؟ گفت آری. گفتم خیال می‌کنم نتوانی به آسانی علوم دیگری پیدا کنی که فرا گرفتن و به کار بردن آنها از علم اعداد دشوارتر باشد. گفت نه. گفتم پس بنابر همه این دلایل ما نبایستی از این علم غافل شویم، بلکه باید نفوس مستعد را به تحصیل آن وادار نماییم. گفت با تو موافق هستم. گفتم پس این یک علم بود که ما انتخاب نمودیم. اکنون ملاحظه کنیم که این علم دیگر که به حساب پیوستگی دارد برای ما مناسب است یا نه. گفت آن کدام است؟ آیا منظورت هندسه است؟ گفتم آری همان است. گفت تا آنجایی که این علم مربوط به عملیات جنگی است بدیهی است که مناسب است، زیرا برای برقراری اردوگاه و اشغال مواضع و کم و زیاد کردن فاصله بین صفوف و به طور کلی اجرای همه عملیاتی که در میدان جنگ یا هنگام حرکت سپاه مورد پیدا می کند بین سرداری که علم هندسه را بداند و سرداری که به این علم آشنا نباشد تفاوت زیادی هست. گفتم در حقیقت برای این منظور یک آشنایی مقدماتی به علم هندسه و حساب کافی است، اما باید دید که آیا تبحر در این علم و درک اصول عالی آن هدف ما یعنی وصول به اصل خیر را تسهیل می کند یا نه. در واقع این هدف منظور نهایی همه علومی است که نفس را اجباراً متوجه به مقر وجود کامل می نمایند که مشاهده آن برای نفس انسان به منتهای درجه ضروری است. گفت راست است. گفتم پس اگر هندسه ما را به درک جوهر وجود هدایت کند مناسب است، ولی اگر فقط اعراض را معرفی کند به حال ما مناسب نیست. گفت بیشک همینطور است. گفتم هر کسی کمترین بویی از هندسه به مشامش رسیده باشد تصدیق خواهد کرد که هدف این علم درست عکس آن چیزی است که اهل آن فن بیان می کند. گفت چطور؟ گفتم به راستی عباراتی که اینان به کار میبرند خنده‌آور است و وقتی سخن از مربع و امتداد و اضافه کردن خطوط میرانند فقط استفاده فنی و عملی منظور دارند و حالان که هدف این علم چیزی جز دانش نیست. گفت کاملا درست است. گفتم پس آیا نباید نکته دیگری هم تصدیق کنیم؟ گفت چه نکته ای؟ گفتم موضوع هندسه همانا شناخت وجود لایزال است، نه شناخت آن چیزهایی که در زمان و مکان معینی تولید و سپس فانی می شوند. گفت تصدیق این سخن اشکالی ندارد، چون موضوع هندسه علم به وجود باقی است. گفتم پس ای دوست عزیز، علم هندسه نفس را به سمت حقیقت سوق می دهد و در انسان روح حکیمانه می پروراند و نظر ما را که اکنون به خطا متوجه به عالم سفلا است به جهان بالا معطوف می دارد. گفت آری، هیچ چیز به خوبی هندسه این اثر را ایجاد نمی کند. گفتم پس ما باید به مردم این شهر زیبای خود چنین دستور دهیم که از فرا گرفتن علم هندسه غافل نشوند، مخصوصا از این حیث که فواید فرعی آن هم خالی از اهمیت نیست. گفت آن فواید دیگر چیست؟ گفتم اول آن فواید مربوط به جنگ است که تو ذکر کردی، سپس این علم فرا گرفتن همه نوع علوم دیگر را آسان می کند، چنان که به خوبی ملاحظه می کنیم که از این حیث بین کسانی که هندسه می دانند و کسانی که نمی دانند تفاوت فاحشی است. گفت آری، تفاوت واحشی هست. گفتم پس این دومین علمی است که جوانان ما باید بیاموزند، آیا می توانیم این را قطعی تلقی کنیم؟ گفت آری. گفتم چطور است که نجوم را سومین علم قرار دهیم؟ نظر تو چیست؟ گفت البته موافق هستم، زیرا اطلاع دقیق از فصول و ماه و سال نه تنها برای کشاورز و ناخدا لازم است، بلکه برای سرداران لشکر نیز کمال ضرورت دارد. گفتم راستی تو چه مرد نازنینی هستی، مثل این است که میترسی عوام بر تو خورده گیرند که تحصیلاتی که تجویز مینمایی فایده عملی ندارد. در حقیقت علومی که مورد بحث ما است دارای فایده عظیمی است که بیان آن چندان آسان نیست. اهمیت این علوم از این لحاظ است که آن عضو نفس انسان را که در نتیجه اشتغال به امور دنیوی تباه و گویی کور شده باشد
پاک می کند و دوباره به کار می اندازد و آن همان عضوی است که حفظ آن برای ما هزار بار مهمتر از حفظ چشم ظاهر است، زیرا تنها وسیله آن است که حقیقت را می توان مشاهده نمود. البته کسانی که با ما هم عقیده هستند سخنان تو را تحسین خواهند نمود، اما آنان که به این معنی پی نبرده اند خواهند گفت که کلام تو مغز ندارد، زیرا اینان برای علوم مورد بحث ما گذشته از آن استفاده عملی که تو بیان کردی هیچ فایده دیگری که قابل ذکر باشد قائل نیستند. اکنون ملاحظه کن که مخاطب تو در کدام یکی از این دو دسته قرار دارد، یا شاید اصولا روی سخن تو با هیچ یک از این دو دسته نبوده، بلکه برای ترضیه خاطر خود مباحثه میکنی و در این حال اگر از این مباحثه نفعی به دیگران برسد حرفی نداری. گفت: آری ای سقراط، حقیقت امر همین است که من این مکالمه و سوال و جواب را برای خاطر خودم دوست می‌دارم. گفتم: پس بیا قدری به عقب برگردیم، زیرا لحظه پیش که خواستیم ببینیم بعد از هندسه نوبت کدام علم است به خطا رفتیم. گفت: چطور؟ گفتم: ما پس از مبحث سطح به حرکت اجسام پرداختیم و حالا اینکه هنوز به خود اجسام توجه ننموده بودیم. اگر بخواهیم به ترتیب پیش برویم باید بعد از اجسامی که دو بعد دارند به اجسامی که دارای ابعاد سگانه هستند بپردازیم، یعنی مکعب و اجسامی که عمق دارند. گفت: راست است، اما ای سقراط، مثل این است که هنوز در این باب چیزی کشف نشده است. گفتم: این دو علت دارد. اول اینکه هیچ شهری به این گونه مطالعات اهمیت نمی‌دهد و لذا در موضوعی چنین دشوار محققین به اندک تحقیق اکتفا می‌کنند. دوم آنکه کسانی که در مقام تحقیق برمی‌آیند بایستی راهنما داشته باشند، زیرا بی راهنما تحقیق آنان مثمر ثمر نمی‌تواند بود. اما پیدا کردن راهنمای خوب کاری است دشوار و برفرض هم که چنین کسی یافت شود، با وضع کنونی امیدی نیست که محققین خودخواهی را کنار گذاشته و از وی فرمان برداری کنند. لیکن اگر شهر تماماً با آن راهنما همکاری کند و این تحقیق را مهم شمارد، محققین از او فرمان برداری خواهند کرد و در نتیجه مجاهدت و ممارست آنان طولی نخواهد کشید که حقیقت این مسائل کشف شود، زیرا همین امروز هم که عوام این علم را به دیده حقارت می‌نگرند و آن را منع می‌کنند و تحقیق آن هم در دست کسانی است که به کلیه فواید آن پی نبرده‌اند، مذالک با وجود همه موانع این علم به حدی جذاب است که پیشرفت محسوسی نموده و جای تعجب نیست که بحث در این مسائل رونق گرفته است. گفت: تصدیق می‌کنم که این موضوع بسیار جالب است، اما درباره آنچه لحظه پیش بیان کردی بیشتر توضیح بده. تو در مقام اول هندسه را به عنوان علم مستحاض ذکر کردی. گفتم: آری. گفت: سپس بلافاصله از علم نجوم سخن گفتی و پس از آن به قهقرا برگشتی. گفتم: آری، شتابی که من به خرج دادم ما را برعکس به عقب برد. حق این بود که بعد از هندسه به موضوع اجسام بپردازیم، اما چون تحقیقی که تاکنون در این باب شده بسیار ناچیز است از آن صرف نظر کرده و به علم نجوم پرداختیم که موضوع آن هم اجسام است، اما در حال حرکت. گفت: راست است. گفتم: پس بیا نجوم را در درجه چهارم قرار دهیم، زیرا این علم که ما اجالتا آن را کنار می‌گذاریم آنگاه که مورد توجه شهر قرار گیرد وجود خارجی پیدا خواهد کرد و حق آن ادا خواهد شد. گفت: ظاهرا این طور است، اما چون تمجیدی که من پیش از این درباره نجوم کردم ناشیانه بود و تو مرا سرزنش نمودی، اکنون میخواهم این علم را با تبعیت از نظر تو بستایم. به نظر من برای همه کس واضح است که این علم نفس را وادار به مشاهده عالم بالا میکند و آن را از امور دنیوی منصرف و به حقایق آسمانی متوجه میگرداند. گفتم: شاید این برای همه کس واضح باشد، اما نه برای من، زیرا عقیده من غیر از این است. گفت: عقیده تو چیست؟ گفتم: آنطور که معلمین فلسفه از نجوم بحث می کنند، به نظر من تنها نتیجه آن این است که انسان را ناظر به عالم سفلا کند. گفت: منظورت چیست؟ گفتم: به نظر من تو درباره علمی که با درک حقایق عالم بالا سرکار دارد تصورات غریبی داری. چنین به نظرم می رسد که اگر کسی سر را بالا کرده و تزیینات سقف را بنگرد و مختصر اطلاعی از آن حاصل کند، تو خواهی گفت که وی با
دیده روح نگریسته و نه با چشم سر. شاید هم حق با تو باشد و من از ساده لوحی است که نمیتوانم بدین معنی پی ببرم، ولی من به سهم خود تنها یک علم سراغ دارم که نفس را متوجه به عالم بالا می کند و آن همانا علم وجود مطلق و عالم غیب است و فرق نمی کند که انسان این علم را در حالی فراگیرد که سر را رو به بالا و دهان را باز کرده باشد و یا برعکس سر را به زیر افکنده و دهان را بسته باشد. و حالان که اگر ناظر به محسوسات باشد، هر قد دهان را باز و سر را بالا کند، باز هم علم حاصل نخواهد کرد، زیرا محسوسات اصولا موضوع علم نیست و نفس انسان در آن حالت نظر به پایین دارد، نه به بالا. ولو شخص بر روی زمین یا بر روی دریا یا به پشت خوابیده و در بحر مطالعه فرو رفته باشد. در اینجا زیر نویس داره. اینجا بین متن‌ها اختلاف هست. در این ترجمه متن باستین مأخذ قرار داده شده است. گفت مرا بسیار به جا سرزنش کردی، حق من همین بود، اما گفتی که بایستی طرز تحصیل علم نجوم را تغییر داد و اصلاح نمود تا برای منظوری که ما از تأسیس شهر خود داریم مفید واقع شود. حال بگو که مقصودت چه بود؟ گفتم مقصودم این بود، البته این زینت و زیورهای آسمان یعنی کواکبی که به قوه باصره درک می شوند در منتهای درجه زیبایی و کمال هستند، اما با این حال مقام آنها بسی پایین تر از مقام کواکب حقیقی است. در اینجا زیر نویس داره. مقصود افلاطون از کواکب حقیقی صور مجرد و ثابتی است که به عقیده وی منظور نظر الهی و مقدم بر خلقت کواکب مرئی بوده است. بنابراین در نظر افلاطون مشاهده کواکب مرئی انسان را به درک آن صور و حقایق مجرد راهنمایی می کند و آنگاه وصول به معرفت خیر مطلق که همه چیز اهم از معقولات و محسوسات ناشی از آن است میسر می گردد. ادامه. و آن عبارت است از حرکات مجرد با این وصف که تندی مطلق و کندی مطلق با تناسبی که بین آنها هست در حرکتند و آنچرا که در درون آنها جای دارد به شماره و اشکال مجرد به حرکت می آورند و این همه تنها به وسیله عقل و ادراک قابل فهم است و نه به قوه باصره. آیا نظر تو غیر از این است؟ در اینجا زیر نویس داره. سقراط در جای دیگر موضوع علم نجوم را با این عبارت تعریف می کند. سرعت نسبی حرکات خورشید و ماه و ستاره ها، اینجا مقصود از بیان او این است که ریاضیدان باید از مشاهده محسوسات بالاتر رفته نسبت عقلی و مجرد سرعتها را که اعداد نماینده آن هستند به قوه فکر دریابد و نیز صورت کامل اشکال را پرانتز باز مانند دایره پرانتز بسته به قوه عقل در نظر خود مجسم کند، زیرا این اشکال هرگز در حرکات محسوس ستاره ها به درجه کمال پیدا نمی شود. ادامه. گفت نه. گفتم پس آسمان محسوس با زیورهای گوناگون آن فقط شبهی است که ما برای پی بردن به حقایق نامرئی باید از آن استفاده کنیم، همانطور که مهندس از طرحهایی که در منتهای مهارت به وسیله دادالوس یا هر حجار یا نقاش دیگری ترسیم و اجرا شده باشد استفاده می کند، اما در عین آنکه آنها را شاهکار طراحی می داند هرگز برای کشف حقایق تناسب بین مقادیر مساوی یا مضاعف یا غیر آن به مطالعه جدی آنها نخواهد پرداخت، زیرا این اندیشه باطل است. گفت حقیقتا هم باطل است. گفتم منجم حقیقی هم حرکت ستارگان را با همین نظر خواهد نگریست و خواهد دید همچنان که هنرمند کمال زیبایی را در آثار خود مجسم می کند، خالق آسمان هم در آفرینش آسمان و کواکب آن منتهای زیبایی را به وجود آورده است. اما در مورد نسبت بین روز و شب و بین روز و شب با ماه و بین ماه و سال و نسبت کواکب دیگر چه بین خود چه با خورشید، وی هرگز این کواکب را که از اجسام مادی و مرئی می باشند غیر قابل تغییر و انحراف ناپذیر نخواهد دانست و کوشش نخواهد کرد که حقیقت مجرد را در این اجسام کشف کند، زیرا این تصور و کوششی بیهوده است. آیا نظر تو غیر از این است؟ گفت با بیانی که از تو شنیدم عقیده من هم همین است. گفتم پس ما تحقیق نجومی را هم مانند هندسه با طرح مسائل تعقیب خواهیم کرد، یعنی اگر بخواهیم من هم حقیقی شوم به تماشای آسمان و کواکب اکتفا نخواهیم کرد.
بلکه ادراک فطری نفس را که تاکنون عاطل بوده اکنون به کار خواهیم برد. گفت این طرز تحقیق علم نجوم که تو پیشنهاد می‌کنی از رویه متداول امروزی بسی دشوارتر است. گفتم به عقیده من اگر ما بخواهیم قانونگذار خوبی باشیم ناچار بایستی در مورد سایر علوم هم نظیر همین طرز را تجویز کنیم. اکنون آیا می توانی علم دیگری را پیشنهاد کنی که تحصیل آن برای منظور ما مناسب باشد؟ گفتم فعلا چیزی به نظرم نمی رسد. گفتم به نظر من حرکت فقط دارای یک شکل نیست بلکه اشکال متعدد دارد. شاید شخص عالم بتواند همه آن اشکال را بیان کند ولی من خود دو شکل سراغ دارم. گفت آن دو کدامند؟ گفتم یکی همان حرکت نجومی است که گفتیم، دومی هم قرینه آن است. گفت منظورت چیست؟ گفتم ظاهرا همانطور که چشم برای مشاهده حرکت نجومی ساخته شده، گوش نیز برای درک حرکت آهنگ ها ساخته شده است و به قول پیروان فیثاغورس این دو علم یعنی نجوم و موسیقی با هم برابرند. ای گلاکون عزیز، ما هم این قول را تصدیق داریم، آیا چنین نیست؟ گفت چرا؟ گفتم چون مسئله مهم است، ما نظر آنها را در این باب ولدی الاقتضا در موارد دیگر میپذیریم، منتها توجه مخصوص به هدف خود خواهیم داشت. گفت کدام هدف؟ گفتم باید مراقب باشیم که جوانانی که تربیت میکنیم این تحصیلات را طرزی آغاز نکنند که ناقص مانده و همانطور که لحظه پیش در مورد علم نجوم هم گفتیم به آن نتیجه‌ای که همه معلومات ما باید بدان منتهی شود نرسند. مگر نمیدانی که امروز طرز تعلیم موسیقی بهتر از این نیست؟ یعنی اهل این فن هم مانند منجمین رنج بیهوده‌ای به خود میدهند تا اصوات و ترکیبات آن را اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه کنند. گفت آری، حقیقتا کار اینها ابلهانه است که سخن از حجم اصوات میرانند و مانند کسی که در منتهای کنجکاوی پیش در خانه همسایه گوش ایستاده باشد گوششان را تیز می کنند و بعضی از آنها چنین ادعا دارند که صدای تازه‌ای بین دو پرده کشف کردند که کوچکترین فاصله و واحد اندازه‌گیری اصوات است و حالان که دیگران منکر این قولند و می گویند این صدا تازگی ندارد، ولی همه اینها از یک حیث متفقند و آن این است که قضاوت گوش را بر قضاوت عقل ترجیح می‌دهند. گفت لابد منظور تو آن موسیقیدان‌هایی است که سیم‌ها را هرگز آسوده نمی‌گذارند بلکه گویی آنها را استنتاق می‌کنند و لاینقطع پیچ کوک آنها را شله سفت می‌کنند، مثل اینکه در پی آزار و شکنجه آنها باشند. باری برای آنکه سخن را در وصف اینان کوتاه کنم از ذکر حمله‌هایی که با مضراب به سیم وارد می‌آورند صرف نظر می‌کنم. همچنین اشاره‌ای هم به خرده‌گیری و بهانه‌جویی آنان از سیم نمی‌کنم که مثلا می‌گویند این سیم آهنگ مطلوب را بیرون نداد یا آن سیم صدایش ناهنجار بود. همینقدر کافی است بگویم که مقصودم این اشخاص نبود بلکه پیروان فیثاغورس بود که اندکی پیش استفسار از آنان را درباره اصوات لازم دانستیم و اما کاری که اینها می کنند همان کار ستاره شناسان است، زیرا درباره آهنگ هایی که به گوش می رسد کوشش می کنند که تناسب عددی اجزای آن را دریابند ولی به مسئله اساسی نمی پردازند، یعنی تحقیق خود را درباره آهنگ ها متوجه این موضوع نمی کنند که اعداد موزون کدامند و اعداد ناموزون کدام و علت تفاوت بین آنها چیست. در اینجا زیر نویس داره: پیروان فیثاغورس موسیقی را تقلید آهنگ و هماهنگی حرکات افلاک می دانستند. ادامه گفت این تحقیق که میگویی فوق طاقت بشر است. گفتم در هر حال این تحقیق برای پی بردن به حقیقت زیبایی و نیکی سودمند است، ولی البته اگر منظور چیز دیگری باشد ثمری ندارد. گفت شاید این طور باشد. گفتم حال به عقیده من اگر ما این علومی را که ذکر کردیم به طرزی فراگیریم که به روابط و شباهتی که بین آنها موجود است پی ببریم و چگونگی ارتباط آنها را درک کنیم، آنگاه ممکن است این تحصیل به منظور ما کمک کند و رنجی که می‌کشیم بیهوده نباشد و الا زحمت بی‌حاصلی متحمل شده ایم. گفت پیشبینی من هم همین است، اما ای سقراط، این کاری که تو می‌گویی پایان ندارد. گفتم آیا می‌دانی که کاری که من می‌گویم فقط پیشتر آمده است یا تصور دیگری می‌کنی؟ ما می‌دانیم که همه این تحصیلات فقط پیشتر آمده آن آهنگ حقیقی است که باید آن را فرا گیریم. آیا چنین نیست؟ آیا به گمان تو اشخاصی که در این علوم متبحرند علمای فن مناظره هستند؟ گفت به راستی از میان آنان که من شناختم فقط معدودی عالم به این فن هستند. گفتم آیا به عقیده تو کسانی که در مباحثه شرکت نمی‌توانند کرد ممکن است درباره موضوعی که علم
به آن را لازم شمردیم معلوماتی داشته باشند؟ گفت نه، عقیده من این نیست. گفتم پس ای گلاکون، اکنون بالاخره معلوم شد که آهنگی که فن مناظره می نوازد درست همین است. این آهنگ صرفا از معقولات است، اما با این حال قوه باصره به آن تأثیر می کند، زیرا بیان کردیم این قوه اول موجودات زنده و بعد کواکب و بالاخره خورشید را می بیند. به همین قیاس کسی هم که به وسیله مناظره صرف و بدون توسل به حواس بخواهد حقیقت اشیا را به نیروی عقل دریابد و مصمم باشد که تا حقیقت خیر را صرفا به مدد عقل درک نکند، از تحقیق دست نکشد، سرانجام به مقصد خیش یعنی عالم معقولات خواهد رسید. همانطور که آن دیگری هم که موضوع تشبیه ما بود سرانجام به درک محسوسات مرئی نائل خواهد شد. گفت کاملا درست است. گفتم آیا این سیر و پیشرفت را نمیتوان مناظره نامید؟ گفت چرا؟ گفتم اکنون آن زندانی قار را بیاد بیاور. چنان که گفتیم وقتی او را از بند و زنجیر آزاد کنند، از سایه ها روی گردانده و به سمت اشکال و نوری که بر آنها میتابد متوجه میشود و از زیر زمین به سمت خورشید بالا میرود و آنگاه که به بالا رسید، چون هنوز نمیتواند به حیوانات و نباتات و روشنایی خورشید نظر افکند، نقش آسمانی آنها را که در آب منعکس است و سایه اشیای حقیقی را مشاهده خواهد کرد. و حالان که سایه هایی را که پیش میدید فقط اثر تابش آن نوری بود که خود در مقام مقایسه با خورشید شبهی بیش نیست، حال کسب هنرهایی که ما در نظر گرفتیم اثرش درست همین است، زیرا شریفترین جزء نفس را متوجه اشرف موجودات می کند. همچنان که در تشبیهی که قائل شدیم نورانی ترین عنصر بدن به مشاهده روشنترین چیز در جهان محسوسات مرئی نایل می گردد. گفت من هم با عقیده تو موافق هستم، هرچند به نظر من از جهتی قبول و از جهتی رد آن بسیار دشوار است. اما چون گفتگوی ما در این باب منحصر به امروز نیست، بلکه ناچار باز هم بارها به این مطلب برمیگردیم، خوب است فرض کنیم که حقیقت امر همین است و وارد بحث درباره آهنگ اصلی شویم و آن را با همان دقتی که درباره پیش درآمد آهنگ به کار بردیم مورد گفتگو قرار دهیم. بنابراین خواهش دارم که چگونگی فن مناظره را برای ما بیان کنی و توضیح دهی که این فن چه انواعی دارد و از چه راه‌هایی میتوان به آن رسید، زیرا به نظر من اگر ما بخواهیم به هدف خود نائل آییم و مانند مسافرینی که به مقصد میرسند آسوده خاطر شویم، باید همان راه‌های مناظره را در پیش گیریم. گفتم ای گلاکون عزیز، با همه حسن نیتی که من دارم تو دیگر بیش از این نمیتوانی در این باره با من بیایی. اکنون دیگر موضوع مشاهده شبه خیر نیست، بلکه مقام مشاهده خیر فن نفس است، یا لااقل مشاهده آن چیزی که به نظر من عنوان خیر مطلق بر آن صادق است. البته حالا موقع این بحث نیست که آیا حقیقت خیر هم همان چیز است یا نه، ولی هم اکنون میتوان گفت که حقیقت باید یک چنین چیزی باشد. گفتم این را قبول میکنم. گفتم این را هم میتوان تصدیق کرد که نفس انسان تنها به وسیله فن مناظره میتواند به مشاهده خیر مطلق راه یابد، و آن هم در صورتی که علومی را که پیش از این ذکر کردیم درک نموده باشد، وگرنه رسیدن به این هدف از هیچ طریق دیگر امکان ندارد. گفت این را هم میتوان تصدیق نمود. گفتم در هر حال این یک نکته را کسی منکر نمیتواند شد که هیچ طریقه علمی دیگری وجود ندارد که با روشی منظم درباره حقیقت ذاتی اشیا پژوهش کند. همه فنون دیگر سر و کارشان تنها با عقاید و تمایلات مردم است و فایده‌ای که از آنها عاید می‌شود مربوط به تولید و ساخت اشیا و نگهداری محصولات و مصنوعات است، و آن علوم دیگری هم که چنان که پیش گفتیم شمه‌ای از حقیقت درک می‌کنند، یعنی هندسه و فنون وابسته به آن. در واقع معرفت اینها نیز درباره وجود رویایی بیش نیست، و چون این علوم تعبدن مقید به فرضیاتی هستند که از آن عدول نمیتوان کرد، از مشاهده نور حقیقت عاجزند. اکنون اگر انسان بنا را بر مجهول گذارده و صغرا کبرا و نتیجه استدلال خود را از مجهولات بسازد، به هر طریق که این اجزا را تلفیق کند، آیا ممکن است از مجموع آن علم به دست آورد؟ گفت این محال است. گفتم پس یگانه روش، روش مناظره است که فرضیات را کنار گذاشته به سوی اصل و مبدأ کل صعود می کند تا به علم و یقین واصل گردد، و تنها درباره این روش است که می توان گفت دیده نفس را
از لجنزاری که در آن قوطه‌ور است منصرف می‌گرداند و به مددی و یاری فنونی که ذکر کردیم آن را متوجه عالم بالا می‌سازد. تا کنون ما بر حسب عادت بارها این فنون را علم خوانده ایم، ولی لازم است نام دیگری بر آن بگذاریم که واسطه بین تاریکی گمان و روشنی علم باشد. به هر صورت حال که یک چنین مسائل مهمی را مورد بحث قرار دادیم، به نظر من موقع آن نیست که بر سر اسامی مجادله کنیم. گفت نه، کافی است اصطلاحی پیدا کنیم که فکر ما را به طور وضوح برساند. گفتم پس به نظر من خوب است به همان اصطلاحاتی که پیش به کار بردیم اکتفا کنیم، یعنی بخش اول دانش را علم بخوانیم، بخش دوم را استدلال، بخش سوم را عقیده و بخش چهارم را حدس، و این دو جزء اخیر را مقوله گمان بنامیم و آن دو جزء اول را مقوله عقل، و چنین گوییم که گمان را سر و کار با جهان کون و فساد است و عقل را سر و کار با وجود حقیقی، و اضافه کنیم که نسبت وجود حقیقی به کون و فساد همان نسبت عقل است به گمان، و نسبت عقل به گمان همان نسبت علم است به عقیده، و همان نسبت استدلال به حدس. و اما ای گلاکون عزیز، در باب تطبیق اشیا با تفکیکی که قائل شدیم و تقسیم موضوعات به دو دسته گمان و عقل خوب است این مسائل را کنار گذاریم، وگرنه وارد مباحثاتی خواهیم شد صد برابر درازتر از گفتگوهای گذشته. در اینجا زیر نویس داره: به عقیده افلاطون خداوند با خیر مطلق دو جهان آفریده است، یکی اصل و دیگری فرع است. اولی عالم مجردات و جواهر اصیل است که شامل اعیان ثابته و حقایق لایتغیر می باشد، و دومی عالم محسوسات است که آنچه در آن دیده می شود اصل نیست بلکه بدل و شبیه حقایق ثابته است. در نظر افلاطون تعینات عالم محسوسات دارای وجود حقیقی نیستند، زیرا در معرض کون و فساد می باشند و عنوان وجود جز به اعیان ثابته جهان اصل قابل اطلاق نیست. اما آن اعیان ثابته بر دو نوعند: نوع به کلی مجرد و بسیط است، مانند مفاهیم خیر مطلق و زیبایی و نیکی، و نوع دیگر به یک معنی مرکب است، زیرا درک آن بی کمک تصاویر میسر نیست، مانند اشکال هندسی. همچنین محسوسات نیز بر دو نوعند، یکی عین اشیا و دیگری سایه و شبه آنها. افلاطون در برابر هر یک از این دانستنی ها یک چهارگانه یک قسم آگهی قائل است: آگهی به مجردات صرف را علم می‌خواند، آگهی به مفاهیم مرکب استدلال است، آگهی به عین محسوسات عقیده، و آگهی به سایه محسوسات حدس است. دو نوع اول را از مقوله عقل و دو نوع دوم را از مقوله گمان می‌داند. این اعتقاد به وجود دو جهان، یکی محسوس و یکی معقول، در حقیقت کلید فلسفه ماوراءطبیعه افلاطون است، و به کمک آن بهتر میتوان منظور وی را از آنچه در آخر کتاب پنجم در باب تفاوت میان اهل حکمت و اهل رأی و گمان گفته است درک نمود. ادامه مطلب. گفت من تا آنجا که قادر به فهم بیان تو هستم با آنچه گفتی موافقت دارم. گفت هم پس صاحب فن مناظره آنچنان کسی است که به حقیقت مجرد اشیا پیبرد، و کسی که موفق به درک حقیقت اشیا نگردد و در آن باب نه خود چیزی بفهمد و نه به دیگران چیزی تفهیم تواند نمود، میتوان گفت که وی فاقد ادراک است. آیا تو با این بیان موافق هستی؟ گفت چگونه میتوان موافق نبود؟ گفتم خیر، هم همین حکم را دارد، یعنی کسی که نتواند به خیر مجرد پی ببرد و آن را از مفاهیم دیگر تمیز دهد، کسی که نتواند در برابر هر ایرادی شجاعانه از مفهوم خیر دفاع کند، یعنی نتواند در استدلال خود از ظواهر گذشته و به حقیقت مطلق استناد نماید، خلاصه کسی که به کمک منطقی خلل ناپذیر نتواند بر همه این مشکلات فائق آید، نمیتوان گفت که وی عالم به خیر مطلق یا هر نوع خیر دیگر است، بلکه باید گفت که اگر وی شمه ای از خیر درک کند، این گمان و حدس است نه علم، و زندگانی کنونی او خواب و رویایی است که در این جهان از آن بیدار نمیتواند شد، بلکه در همین حالت به عالم مردگان خواهد شتافت و آنجا نیز به خواب ابدی فرو خواهد رفت. گفت همه آنچه را که گفتی من با کمال اطمینان تایید می کنم. گفتم اگر تو یک روز حقیقتاً عهده‌دار تعلیم و تربیت این کودکان بشوی که اینک آنان را در عالم خیال تربیت می کنی، یقیناً راضی نخواهی شد که آنان از خرد بی‌بهره مانند و گویی به خطوط نامتناسب هندسی تأسی کنند و با این حال زمامدار امور و مصدر تصمیمات عالیه گردند. در اینجا زیر نویس داره: ظاهر در اصطلاح اقلیدوس
خطوطی را که اندازه آنها به صورت تناسب با خط مفروض و معین دیگری قابل بیان نباشد، خطوط نامتناسب می‌خواندند، مانند وتر و ضلع مربع. گفت: به هیچ وجه. گفتم: پس تو به آنان تکلیف خواهی کرد که مخصوصاً بدان نوع تحصیل همت گمارند که شخص را در فن مباحثه و سؤال و جواب استاد می کند. گفت: آری، به کمک تو همین تأکید را خواهم کرد. گفتم: بنابراین لابد تو فن مناظره را سرآمد و تاج همه علوم می دانی و معتقد هستی که علم دیگری وجود ندارد که بتوان آن را فوق علم مناظره قرار داد و بالاخره اینک رشته علومی که تدریس آن را لازم می دانیم به پایان رسیده است. گفت: آری. گفتم: اکنون مطلبی که باقی مانده این است که ببینیم این علوم را باید به چه کسانی آموخت و طریقه تعلیم آن چیست؟ گفت: همینطور است. گفتم: آیا به یاد داری که وقتی می‌خواستیم زمامداران خود را انتخاب کنیم چه کسانی را برگزیدیم؟ گفت: البته به یاد دارم. گفتم: پس بدان که حالا هم باید اشخاصی را انتخاب نمود که دارای همان خصایل باشند، یعنی باید اولویت برای کسانی قائل شویم که با اراده و دلیر و حتی الامکان زیبا باشند، اما تنها صفات جوانمردی و شهامت کافی نیست، بلکه کسانی که انتخاب می‌شوند باید برای فرا گرفتن علومی هم که تجویز نمودیم دارای استعداد طبیعی باشند. گفت: این استعداد طبیعی کدام است؟ گفتم: ای دوست ارجمند، لازم است که آنان تیز فهم باشند و مطالب را به آسانی درک کنند، زیرا نفس انسانی طبیعتاً زحمت تحصیلات عالیه را کمتر به خود هموار می کند و حالان که از زحمتهای تمرینهای بدنی چندان استیحاش ندارد و به راستی هم می توان گفت که رنج فکری منحصراً راجع به نفس است، زیرا بدن به هیچ وجه در آن شریک نیست. گفت: راست است. گفتم: همچنین لازم است که آنان دارای حافظه و همتی خستگی ناپذیر باشند و همه نوع کار را دوست بدارند، زیرا اگر چنین نباشد چگونه ممکن است علاوه بر تحمل رنج بدنی زحمت یک چنین تحصیلات و تمریناتی را نیز بر خود هموار سازند؟ گفت: آری، هیچ کس چنین کاری نخواهد کرد مگر آنکه طبیعت همه گونه استعداد به او عطا کرده باشد. گفتم: به هر حال امروز عیب کار فلسفه چنان که قبلا هم گفتیم این است که پیروان آن مردان ناشایسته ای هستند و علت این هم که عامه درباره فلسفه بدبین هستند همین است، زیرا اشتغال به فلسفه در خور نفوس اصیل است نه مردم نااهل. گفت: منظورت چیست؟ گفتم: اولا شخصی که طالب فلسفه است نباید در کار لنگ باشد، یعنی در پاره ای از امور جدیت و در پاره دیگر سستی به خرج دهد و مانند کسی رفتار کند که به ورزش و شکار دلبستگی داشته باشد و به هر گونه کار بدنی به رغبت تن در دهد، ولی ذوق به مطالعه و گفت و شنید و تحقیق نداشته و از این نوع کار بیزار باشد. همچنین کسی هم که از فرط علاقه به کار برعکس این ترتیب رفتار کند او نیز لنگ است. گفت: کاملا صحیح است. گفتم: درباره حقیقت نیز میتوان چنین گفت که اگر نفسی از دروغ عمدی منزجر باشد و آن را هم برای خود و هم برای دیگران مذموم بداند، ولی در این حال از دروغ غیر عمدی چندان گریزان نباشد و از جهل خود برخیشتن خشم نگیرد و مانند خوکی که به لجنزار خو گرفته در منجلاب نادانی مستغرق بماند، در آن صورت باید گفت که این نیز نفسی است معیوب و لنگ. آیا چنین نیست؟ گفت: چرا؟ گفتم: همچنین درباره خیشتنداری و شهامت و همت و همه صفات حسنه نیز تشخیص نفوس اصیل از نفوس نااهل لازم است، زیرا چنانچه این تشخیص در کار نباشد اعتماد شخص به دوستان خود و اعتماد کشور به زمامداران خود در امور مهمه اعتمادی است کورکورانه و اتکا به لنگ و نااهل. گفت: بیشتر اوقات همینطور هم هست. گفتم: پس بر ما است که همه این نکات را عاقلانه بسنجیم، اگر نفوسی را که هم جسمن و هم روحن مستعد باشند انتخاب کنیم و آنان را با چنین مطالعات و تمرینات مهمی پرورش دهیم، به اقتضای عدالت مطلق رفتار کرده ایم و از عهده حفظ کشور و قانون اساسی خود برخواهیم آمد، و حالان که اگر افراد نامستعد را به این کارها مشغول سازیم نتیجه معکوس حاصل خواهد شد و فلسفه را حتی بیش از امروز هم دچار استهزا خواهیم ساخت. گفت: این به راستی مایه شرمساری خواهد بود. گفتم: البته، اما به نظر من
کار خود من همکنون قابل استهزاء است. گفت از چه حیث؟ گفتم من فراموش کردم که این گفتگو جدی نیست و با حرارتی بیش از حد لزوم سخن گفتم. علت آن هم این است که من ضمن مذاکره به وضع فلسفه توجه نمودم و چون مشاهده کردم که آن را به دیده حقارت می نگرند از این جهت خشمگین شدم و خیال می کنم که از فرط غضبی که در برابر مخالفان فلسفه احساس کردم نظر خود را با لحنی شدیدتر از آنچه لازم بود بیان نمودم. گفت من که مستمع هستم ابدا چنین نظری ندارم. گفتم اما من که ناطق هستم نظرم آن است که گفتم. باری فراموش نکنیم که هرچند ما در وهله اول سالخوردگان را انتخاب نمودیم، اینجا دیگر جای آنها نیست، زیرا ما آن سخن سولون را که میگوید انسان در سن پیری هم میتواند بسی چیزها فراگیرد درست نمیدانیم، بلکه معتقدیم که برای پیران دویدن آسانتر از کسب علم دانش است و کارهای سخت و سنگین را باید به جوانان واگذاشت. گفت البته همینطور است. در اینجا زیر نویس داریم اشاره به گفته سولون حکیم است که من در این سالهای پیری هم بسی چیزها می آموزم. ادامه مطلب. گفتم پس تحصیل حساب و هندسه و همه علومی که مقدمه فن مناظره است باید از همان کودکی آغاز شود و طرز تدریس آنها هم باید نوعی باشد که بوی اجبار از آن نیاید. گفت چرا؟ گفتم برای آنکه شایسته نیست که مرد آزاد به شیوه بندگان دانش آموزد. شاید اگر کسی را به زور وادار به کارهای بدنی بکنیم این کارها به بدن او آسیبی نرساند، اما علمی که به زور وارد مغز انسان شود باقی نخواهد ماند. گفت راست است. گفتم پس ای دوست ارجمند، در تربیت کودکان اجبار روا مدار، بلکه کاری بکن که درس برای آنها مانند بازی باشد. در آن صورت به استعداد طبیعی هر یک از آنان بهتر پی خواهی برد. گفت این پندی است حکیمانه. گفتم اگر به یاد داشته باشی پیش از این گفتیم کودکان را باید سوار اسب کرد و به تماشای جنگ برد و تا آنجا که از خطر مصون باشد باید آنها را به میدان کارزار نزدیک کرد تا مانند توله تازی مزه خون را بچشند. گفت آری این را به خاطر دارم. گفتم هر کس در همه این کارها و تحصیلات و مخاطرات خود را همواره هوشیار نشان دهد باید در طبقه نخبه اهالی قرار داده شود. گفت از چه سنی؟ گفتم از آن سنی که اطفال ورزش اجباری را ترک می کنند، زیرا در دوره آنها ورزش ها که 2 الی 3 سال است به کار دیگری مشغول نمی توانند شد. البته بازه است که خستگی و خواب دشمن تحصیل است. به علاوه اشتغال به ورزش بدنی خود یکی از مهمترین آزمایش ها است که ارزش افراد را معلوم می کند. گفت البته. گفتم پس از آن مدت از میان جوانانی که به سن 20 رسیده باشند عده ای انتخاب خواهند شد و این عده منتخبین نسبت به دیگران امتیازات خاصی خواهند داشت. اینان علومی را که در دوره کودکی به طرز متشتت آموختند اکنون با یکدیگر تلفیق خواهند کرد تا بتوانند ارتباطی که بین آن علوم وجود دارد با نظری جامع درک کنند و ضمناً به کیفیت وجود نیز پیوند. گفت آری شک نیست که فقط علمی که به این طریق تحصیل شده باشد در ذهن انسان پایدار خواهد ماند. گفتم ضمناً این بهترین آزمایشی است که وسیله آن میتوان نفوسی را که برای فن مناظره استعداد دارند از نفوسی که فاقد آن استعدادند تمیز داد، زیرا کسی که بتواند اشیاء را با یک طرز جامع مشاهده کند استعداد مناظره را دارد و حالا اینکه دیگران فاقد آنند. گفت با نظر تو موافق هستم. گفتم پس تو باید نسبت به این آزمایش ها دقت به کار بری تا معلوم کنی که از میان داوطلبان کدام دارای بهترین استعداد می باشند و در کار تحصیل و جنگ و وظایف دیگری که قانون به عهده آنان گذاشته صاحب استقامتند. سپس آنگاه که اینان از سن 30 گذشتند باید عده ای را از میان آن برگزیدگان انتخاب کنی و توانایی آنان را در فن مناظره بیازمایی و مشاهده نمایی که از میان آنها کدام می توانند بی کمک چشم و حواس دیگر بلکه صرفاً به مدد نیروی حقیقت به مقام درک وجود نایل آیند. دوست عزیز متوجه باش که این کار بسی مراقبت می خواهد. گفت چرا؟ گفتم مگر نمی دانی که امروز مناظره دچار چه عیب بزرگی است؟ گفت کدام عیب؟ گفتم بی نظمی در آن رخنه کرده است. گفت راست است. گفتم پس با این حال آیا تو از وضع جوانان تعجب می‌کنی و حاضر نیستی آنان را ببخشی؟
گفت منظورت چیست؟ گفتم کودکی را فرض کن که در ناز و نعمت در آغوش یک خانواده متشخص و محترمی بزرگ شده باشد و خود را عضو آن عائله بداند و بسیاری مردم چرب زبان هم از هر دو سو دور او را گرفته باشند. حال تصور کن که وقتی این طفل به سن بلوغ رسد آگاه شود که فرزند کسانی که وی را طفل خود می‌خوانده اند نیست و نتواند پدر حقیقی و مادر حقیقی خود را هم پیدا کند، آیا می‌توانی حدس بزنی که رفتار او نسبت به چاپلوسان و آنان که خود را به عنوان پدر و مادر او معرفی می‌کرده اند هم پیش و هم پس از آشکار شدن این حقیقت چگونه است؟ یا ترجیح می‌دهی که حدس مرا بشنوی؟ گفت میخواهم حدس تو را بشنوم. گفتم حدس من این است که وی مادام که به این حقیقت پی نبرده درباره پدر و مادر و خویشاوندان فرضی خود و نه درباره آن چاپلوسان شرط احترام را به جا خواهد آورد و اگر آنان به چیزی احتیاج داشته باشند آن را فراهم خواهد کرد و در گفتار و کردار خیش حق آنان را رعایت خواهد نمود و در کارهای مهم از فرمان آنها سرپیچی نخواهد کرد. گفت ظاهرا همینطور است. گفتم اما آنگاه که از حقیقت امر آگاه شود عقیده من برعکس احترام و رعایت او درباره خویشاوندان کم و درباره چاپلوسان زیاد خواهد شد و بیش از پیش به سخن اینان گوش خواهد داد و در رفتار خود پند آنان را به کار خواهد بست و با آنها آشکارا رفت آمد خواهد کرد، ولی دیگر پروای حال پدر و خویشاوندان فرضی خود را نخواهد داشت مگر آنکه صاحب طبعی بلند باشد. گفت همینطور است که میگویی، اما این تشبیه چه رابطه‌ای با تحصیل فن مناظره دارد؟ گفتم رابطه اش این است، ما از کودکی معتقداتی درباره عدالت و زیبایی داریم که اثر آنها در پرورش روح ما مانند اثر مراقبت پدر و مادر است و ما به احترام و رعایت آن اصول خو گرفته ایم. گفت راست است. گفتم اما در مقابل آن معتقدات اصول گمراه کننده هم هست که نفس انسان را فریب می دهد و به سوی خود می کشاند، اما مردان خردمند این اصول را نمی پذیرند بلکه پندهای پدرانه را محترم و متبع می شمارند. گفت همینطور است. گفتم اکنون بیا درباره شخصی که در نظر گرفتیم فرضی بکنیم. از این قرار کسی نزد وی آمده و از او میپرسد که زیبایی چیست، وی بر طبق آنچه از قانون گذار شنیده است جواب میدهد، اما طرف جواب او را رد میکند. این گفتگو چند بار تکرار میشود اما او به هر طریق که استدلال میکند باز هم مجاب میگردد تا سرانجام حیرت به او دست می‌دهد و دیگر نمی‌داند عقیده‌ای که درباره زیبایی داشته بیشتر منطبق با زیبایی است یا با عکس آن. همچنین درباره عدالت و نیکی و صفات دیگری هم که مورد احترام وی بوده دچار تردید می‌شود. حال بگو ببینم وقتی کار به اینجا رسید آن حس توقیر و اطاعتی که وی نسبت به این اصول داشته چه خواهد شد؟ گفت ناچار وی آن حس احترام و اطاعت را که قبلا داشت دیگر نخواهد داشت. گفتم اما آنگاه که وی اعتقادی را که درباره آن اصول و تجانس آنها با روح خود داشت از دست بدهد و از طرفی هم نتواند به اصول دیگر تمسک جوید، رفتار خود را بر چه اساس استوار خواهد کرد؟ طبعا به اصولی که ظاهر فریبنده دارد خواهد گروید. آیا اینطور نیست؟ گفت غیر از این نمیتوان تصور کرد. گفتم بنابراین وی که مطیع قانون بود از آن پس سرکش خواهد شد. گفت ناچار چنین است. گفتم پس کسانی که در پی تحصیل مناظره روند طبعا سرنوشتشان این است و چنان که پیش گفتم وضع آنها قابل بخشش است. گفت آری، بلکه قابل ترحم است. گفتم حال برای آنکه این مردان 30 ساله که تو انتخاب میکنی قابل ترحم نشوند، آیا بهتر نیست که پیش از آنکه آنها را به تحصیل مناظره مشغول کنی کمال احتیاط را در این باب به کار بری؟ گفت چرا؟ گفتم یک احتیاط عمده این است که ما نگذاریم اینان تا جوانان مزه مناظره را بچشند، زیرا گمان میکنم یقینا دیده باشی که جوانان نخستین بار که با این فن آشنا میشوند آن را بازی میپندارند و وسیله مجادله میانگارند و همانطور که دیگران به وسیله مغالطه آنها را مجاب میسازند آنها هم به نوبه خود همین معامله را با دیگران میکنند و از این کار لذت میبرند. یعنی روش استدلال آنها با هر کس که پیش آید
مانند رفتار توله سگ‌هایی است که هرچه را در دسترس خود یابند به دندان می‌خلند و به این سو آن سو می‌کشانند. گفت: چه خوب حالت آنها را بیان کردی. گفتم: پس از آنکه اینان طرف خود را بارها مجاب کردند و یا طرف آنها را بارها مجاب نمود، طولی نخواهد کشید که همه معتقدات قبلی خود را یک بار از دست بدهند و در نتیجه هم خود آنان و هم موضوع فلسفه در انظار عامه خار و خفیف شوند. گفت: راست است. گفتم: اما وقتی انسان مسن‌تر و پخته‌تر شود، دیگر به این گونه دیوانگی‌ها تن در نمی‌دهد، بلکه به کسانی تأسی می‌کند که گفتگو و مباحثه را وسیله کشف حقیقت می‌دانند، نه آنان که از مناظره فقط به قصد تفریح و مشاجره استفاده می‌کنند. و وقتی شخص خود متین‌تر شد، کاری خواهد کرد که فلسفه مورد احترام قرار گیرد، نه مورد انزجار. گفت: راست است. گفتم: ما این احتیاط و این نکات را در نظر داشت و به همین جهت هم بود که گفتیم تنها نفوس متین و ثابت باید مشق مناظره کنند و برخلاف رسم امروز به هیچ وجه نباید گذاشت اشخاص بر حسب تصادف صرف و بدون داشتن استعداد به این فن مشغول گردند. آیا اینطور نیست؟ گفت: چرا؟ گفتم: تحصیل فن مناظره را باید با منتهای مراقبت و جدیت و با فراغت از هر گونه کار دیگری تعقیب نمود، همچنان که در مورد تربیت بدنی لازم دانستیم. منتها این تحصیل دو برابر دوره تربیت بدنی وقت می‌خواهد. گفت: آیا مقصودت 6 سال است یا 4 سال؟ گفتم: موشکافی نکنیم، بگوییم 5 سال. باری، پس از آن تو باید آنها را به غار بازگردانی و به خدمات نظامی و سایر کارهای جوانان بگماری تا از جهت تجربه عملی هم از دیگران عقب نمانند و نیز ضمن این کارها باید بار دیگر آنان را بیازمایی و ببینی که آیا در برابر انواع وسوسه ها استقامت به خرج می دهند یا تسلیم می شوند. گفت: برای این کار چقدر وقت لازم می دانی؟ گفتم: 15 سال. سپس وقتی به 50 رسیدند، آنان که سالم ماندند و همواره خود را از هر حیث در عمل و در تحصیل ممتاز نشان دادند، باید به مقصد هدایت شوند. آنگاه باید آنان را مجبور نمود که دیده نفس بگشایند و نظر به موجودی که به هر چیز روشنایی می بخشد بیفکنند. پس از آن وقتی که خیر مطلق را مشاهده نمودند، در بقیه عمر آن را نسب العین قرار خواهند داد و موقع خود در تمشیت امور شهر و افراد و زندگی خیش از آنها سرمشق خواهند گرفت. آنها بیشتر وقت خود را صرف فلسفه خواهند کرد، ولی هر یک به نوبت رنج کارهای سیاسی را نیز به خود هموار خواهد نمود و به خاطر مصلحت عامه زمامداری شهر را بر عهده خواهد گرفت. و این کار در نظر وی وسیله کسب افتخار نیست، بلکه اجرای وظیفه اجباری است. بدین ترتیب هر نسلی پس از آنکه دیگران را مانند خود تربیت نمود و برای کار زمامداری کشور به جای خود باقی گذاشت، به سرزمین سعادت ابدی خواهد شتافت و شهر به یاد بوده آنان که در گذشته اند بناهایی برپا خواهد کرد و آیین قربانی مقرر خواهد نمود و اگر سروش غیب اجازه دهد، تجلیلی را که در خور نیم خدایان است درباره آنها روا خواهد داشت، یا در هر حال آنان را مانند نفوس طیبه و ملکوتی مورد پرستش قرار خواهد داد. گفت: ای سقراط، برای زمامداری کشور مردانی بسیار زیبا درست کردی. به راستی که مجسمه ساز هم از این زیباتر چیزی نمیتواند ساخت. گفتم: ای گلاکون، زنان را هم علاوه کن، زیرا آنچه من گفتم درباره زنان نیز مانند مردان صادق است، یا لااقل درباره زنانی که دارای استعداد طبیعی باشند. گفت: حق با توست، زیرا ما به این نتیجه رسیدیم که زن و مرد باید در همه چیز مساوی و شریک باشند. گفتم: پس اینک تصدیق خواهید کرد که آنچه ما درباره شهر و حکومت خود گفتیم خیال صرف نیست، بلکه اندیشه ایست عملی، منتها البته دشوار است و جز بدان طریق که گفتم تحقق پذیر نیست، و آن این است که زمام امور کشور به دست یک یا چند فیلسوف سپرده شود که افتخاراتی را که امروز همه جویای آنند خار و ناشایسته و بی مقدار پندارند و برعکس حق‌گزاری و پاداش‌هایی را که از آن حاصل می‌شود گرامی دارند و عدالت را مهمترین و ضرورترین اسب بشناسند و خود را خادم و مروج آن دانسته، شهر خود را بر پایه عدالت پروری استوار کنند. گفت: این چگونه ممکن است؟ گفتم: آنها باید هر که را بیش از 10 سال داشته باشد از شهر بیرون فرستد و به این ترتیب کودکان را از نفوذ رسوم و اخلاق امروزی که پدران و مادران آنان بدان خو گرفتند نجات دهند و آنان را بر طبق عادات و اصول خود، یعنی آنهایی که ما بیان کردیم،
پرورش دهند. این سریع‌ترین و آسان‌ترین وسیله تأسیس شهر و حکومتی است که ما طرح نمودیم. ملتی که دارای چنین حکومتی شود، روزگارش قرین سعادت خواهد بود و از همه نعمت‌ها بهره مند خواهد گشت. گفت: آریه سقراط، بقیده من تو خوب توضیح دادی که یک چنین حکومتی اگر اساساً تحقق پذیر باشد به چه طریق ممکن است به وجود آید. گفتم: پس گمان می‌کنم گفتگوی ما درباره این شهر و نفوسی که از حیث صفات شبیه آنند اینک به پایان رسیده باشد، زیرا واضح است که از آن نفوس چه خصلتی باید انتظار داشته باشیم. گفت: آری همینطور است و به نظر من این بحث دیگر تمام شده است. صفحه 446 و پایان کتاب هفتم.